اصلاحات آغاز شده در دوم خرداد 76 پروژه‌ای ناکام و پایان یافته است یا این جنبش همچنان میبالد و پیش میرود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 فاصله چندانی با 20 سالگرد پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 76 نداشت. این تقارن تاریخی باعث شد هر دو سوی ماجرا، یعنی هم جبهه پیروز انتخابات سال جاری و هم جبهه ناکام، نتیجه انتخابات 20 سال پیش را یک بار دیگر تجربه و خاطرات خود را یک بار دیگر زندگی کنند. برخی تحلیلگران پیروزی هفته گذشته حسن روحانی را تداوم منطقی حرکتی می‌دانند که 20 سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در مقابل گروهی معتقدند جنبش دوم خرداد سالها پیش متوقف و آرمانهایش به فراموشی سپرده شد، با آنچه که امروز شاهدش هستیم حرکتی متفاوت از نقطه‌ای عقب‌تر از خرداد 76 است. در برنامه امروز درباره جنبش دوم خرداد و سرنوشت آن صحبت خواهیم کرد با حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که از شهر بن آلمان با ماست. مهدی خزلی، نویسنده و فعال سیاسی از تهران ما را همراهی خواهند کرد و همینطور عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد از شهر پالاتو با ما هستند. بسیار خوش آمد میگویم به هر سه مهمان برنامه. جناب میلانی، نظر شما چه هست درباره جنبش دوم خرداد، آنچه که در 20 سال گذشته شاهدش بودیم؟ آیا پروژه اصلاحات کماکان ادامه داره یا شکست خورد؟ گمان من این است که جنبش دوم خرداد در واقع بخشی یا لحظه‌ای از یک تلاش بیش از 100 ساله که ملت ایران آغاز کردند. هدفش برانداختن استبداد فردی بود از آغاز، هدفش برانداختن مشروعیت ذل‌اللهی بود، هدفش تثبیت حق شهروندی بود و اینکه یک انسان‌ها حق دارند برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. این جنبش در مشروطه تجلی پیدا کرد، در 1979 تجلی پیدا کرد، ولی به مقصد خودش نرسید. دوم خرداد یک لحظه بسیار مهم از اون بود. جنبش اصلاح طلبی به گمان من بخشی از حرکت دموکراتیک مردم ایرانه، تمام اون نیست. این جنبش به گمان من در 20 سال اخیر به هیچ وجه شکست نخورد، حد اکثر مثل آتش زیر خاکستر بود و هر روز که هر مرد و زنی در هر جای ایران در این 20 سال برای احقاق حقوق و شهروندی خودشون تلاش کردند، وچی از این جنبش بودند و انتخابات اخیر هم به گمان من یک لحظه مهم دیگری است از این تلاش ممتد، یک گام به جلو، دو گام به عقب، ولی در 100 سال اخیر یک گام بسیار بسیار بزرگ تاریخی تا به حال به گمان من به جلو برداشته شد. بسیار متشکرم. آقای خزلی، با سلام. عرض کنم همینطور که فرمودند، من این حرکت رو، حرکت‌های موفق 111 سال پیش مشروطه، بعد ملی شدن نفت، انقلاب 57 و دوم خرداد اصلاحات و بعد هم جنبش سبز، همین‌ها رو حرکات موفق و تلاش‌های موفق ملت می‌دونم، اما بد عمل کردن، چه در مشروطه، چه در انقلاب 57، چه در جنبش اصلاحات و بعد هم جنبش سبز. نهایتا من میخوام بگم اصلاحات در همان موقعی که احمدی نژاد آمد سر کار و خروجی اصلاحات شد، اصلاحات مرد. ما باید اصلاحات رو احیا کنیم، بازسازیش کنیم. همونطور که مشروطه تمام شد ما به سلطنت برگشتیم، همونطور که انقلاب 57 از فردای اون روز آیین دادرسی بر پشت بام مدرسه رفاه تیرباران شد و ما برگشتیم به فضای استبداد. اگر استبداد مشروطه بود به استبداد مطلقه برگشتیم، ما برگشتیم. الان شرایط امروز ما که داریم در این انتخابات دوباره یک چالش جدیدی رو برای حاکمیت ایجاد می‌کنیم، قطعاً مطبوعات ما عقب‌تر از مطبوعات مشروطه هستند، قطعاً میزان آزادی‌ها کمتر از مشروطه است، یا حتی نسبت به سال 20 شهریور 20 تا 32 آزادی‌های مطبوعات بیشتر از امروز بود و فضا الان بسته‌تره. پس نگیم که استمرار است، نه،
حرکت‌های موفقی ملت کرده است در تمام این عرصه‌ها، اما ادامه نداده. این بار باید خیلی آرام آرام ادامه بدیم. جنبش اصلاحات و دوم خرداد با آمدن احمدی نژاد مرد. متاسفانه خروجیش شورای اول رو دعوا کردن، شورای دوم شهر رو وا دادن به خاطر اختلاف مشارکت و کارگزاران و عدم مشارکت مردم. نهایتا میخوام بگم این بار همه بیاییم، همه باشیم. پایه‌های جدیدی داره گذاشته میشه. اصلاح طلبانی که اون موقع پایه‌گذاری کردن، متاسفانه مشارکتی ها اصلاحات رو مصادره کردن و نابودش کردن. باید بپذیریم مشارکتی ها دور آقای سید محمد خاتمی رو گرفتن و شورای اول رو به انحلال کشوندن، شورای دوم رو باختن، مجلس هفتم رو کاملا با دادن و اصلاحات در اونجا مرد. ما باید حرکت جدیدی رو، خط سومی رو، اصلاح طلبانی که از دیوار سفارت بالا رفتن نمیتونن ادامه بدن مسیر رو، انشالله حرکت جدید باید شکل بگیره. سپاسگزارم. جناب اشکبری، آقای خزلی معتقدن که اصلاحات در 84 مرد و اتفاقات بعدی در واقع یک ماجراهای دیگری بودن. نظر شما؟ بله، با سلام به شما بینندگان محترم و همینطور دوستان حاضر در برنامه. والا من تعبیر اصلاحات مرد رو نمیپسندم. اصلاحات به مقتضای ذات و ماهیتش در تمام ادوار تاریخ، از جمله از همون مشروطیت تا حالا، همواره در فراز و فرود بوده. یه وقتایی در اوج بوده، یه وقتایی در حضیض بوده، یه وقتی در یه جای موفق بوده، در یه جای دیگه نبوده. اون چه که در دوم خرداد اتفاق افتاد که بعدها اون موقع مثلا نامش اصلاحات نبود، تقریبا در اون سال اول به تدریج نام اصلاحات برش نهاده شد، به واقع و در ذات و ماهیت خودش و در مضمون فهوای خودش متضمن این معنا بود که در طول 20 سال گذشته در رژیم جمهوری اسلامی کجیهایی وجود داره، ناراستیها، انحرافاتی وجود داره، ما میخوایم که این رو درستش بکنیم، به راه درست بیاریم. هدفم نه تغییر رژیم بود، نه تغییر عرض کنم ساختاری جدی در ساختار حقیقی حقوقی قدرت بود، بلکه یه تعبیری که یه وقت آقای حجاریان کرد، مسئله مشروط کردن بود. یعنی بسیار خوب، حالا همین قانون اساسی، همین ولایت فقیه، همه اینا سر جاش، اما در این حال همه اینا در چارچوب قانون اساسی باشه. در همون زمان ما شنیدیم، حالا چقدر درست چقدر نادرست نمیدونم، احتمالاً درست بوده، آقای خاتمی قبل از آنی که کاندیدا بشه برای ریاست جمهوری، دیداری با آقای خامنه ای داشته و در اونجا سه نکته رو با ایشون مطرح میکنه که نظر ایشون رو بخواد که بعد وارد کارزار انتخابات بشه و کاندیدا بشه. یکی از اونها مسئله قانونگرایی بوده. در اون زمان معنی قانونگرایی این بوده که ولایت مطلقه نیست، یعنی ورای قانون و فرای قانون نیست. خب این بوده شعار اصلی آقای خاتمی و بعدم جامعه مدنی. در طول 8 سال دوره آقای خاتمی، در اون یک دو سال اول در خیلی بالا رفت، خیلی هیجان در جامعه زیاد شد، مطالبات گسترده شد و اون مطالبات نهفته، اما در این حال در دوره دوم محدود شد، در دوره احمدی نژاد سرکوب شد، بعد از احمدی نژاد در دوره آقای روحانی در ذیل عنوان اعتدالی و اصلاحی تا حدود احیا شد و در این انتخابات اخیر هم به نظر من در اوج شد. نه، من تعبیر اصلاحات مرد رو قبول ندارم. اگر اینجور باشه باید بگیم خب مشروطه هم مرد، در حالی که ما انقلاب، البته انقلاب با اهداف اولیه‌اش، نه اونچه که بعداً در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، در تداوم همون آرمان‌های ناکام مشروطه بوده. جنبش دوم خرداد در برای احیای همون آرمان‌های اولیه و اصلی انقلاب بوده و الان همونها هم مطرحه. بسیار متشکرم آقای دکتر میلانی. در یه نگاه خیلی عمومی تر اشاره فرمودید، جناب اشکبری هم همینطور، طبیعتاً میشه تمام این نقاط عطف رو به نوعی استمرار یک حرکت دونست، ولی این باعث این میشه که آیا این شکست‌های مقطعی رو ما نبینیم؟ یعنی خب در یک بازه 100 ساله طبیعتاً این منحنی رو به رشد، ولی در یه جاهایی خب افتای خیلی شدید میکنه. این نکاتی که آقای خزلی اشاره کردن رو شما به لحاظ تاریخی آیا فکر میکنید که باید اینا رو به عنوان شکست‌های مقطعی دانست که بعداً خب خودش رو جمع میکنه میاد جلوتر، یا نه به هر حال یک مسیر هست و پیروزی یا نوار پیروزی کماکان ادامه داره؟ ولی اولا من با بعضی از نکاتی که جناب خزلی فرمودن موافق نیستم. عرض بکنم به عنوان مثال، ایشون فرمودن که مطبوعات مشروطه حتما سانسورش از الان کمتر بود. به یک روایتی درسته، اگر ده خدا الان بود حتما سر دار بود و
برای سرمقاله هاش بلایی بر سرش می آوردن خیلی بدتر از بلایی که بر سر روزنامه نگاران ایران آوردن. ولی امروز در ایران مسئله دیگه فقط یه روزنامه که در ترکیه چاپ میشه و در ایران پخش میشه نیست. در ایران 50 میلیون نفر به تلفن دسترسی دارن، به اینترنت دسترسی دارن، هر کدومشون خودشون یک دخدا هستن. دموکراسی فقط این نیست که در یک اقلیتی فکر دموکراتیک وجود داشته باشه. دموکراسی این که مردم شهروند شده باشن، مردم به حق خودشون واقف شده باشن، و این در ایران اتفاق افتاده، اصلا قابل قیاس با دوران مشروطه از این بابت نیست. فکر مشروطه کفایت نمیکنه، نهادهای مشروطه وجود باید وجود داشته باشه، جامعه مدنی باید وجود داشته باشه، برابری زن و مرد باید وجود داشته باشه، فعالیت و احساس مسئولیت باید وجود داشته باشه. اینها در جامعه امروز ایران به گمان من اصلا قابل قیاس با دوران مشروطه نیست، و این در نتیجه عوامل مختلفی است. در نتیجه ساختن زیرساخت‌های اقتصادی است در دوران رضا شاه و در دوران محمد رضا شاه، در نتیجه همین تلاش‌هایی است که بهش اشاره کردیم. ما تاریخ رو به گمان من نباید با فراز و فرودهای شخصی که در زندگی خودمون و در زمان بیولوژیک اتفاق میفته بسنجیم. به گمان من اگر نگاهمون تاریخی باشه، جامعه ایران از 1907 تا به امروز گام‌های عظیمی به جلو برده، بهای بسیار گرانی پرداخته، خلف بعدهای فراوانی باعث شده از مستبدین گوناگونی که آمدن، ولی این تلاش به گمان من وقتی بهش نگاه تاریخی داشته باشیم استمرار پیدا کرده و امروز خیلی جلوتر از گذشته هستیم به لحاظ استمرار پیدا کردنش، به لحاظ اینکه یک دور بسیار پیچیده به قول دهه زمان انقلاب دیالکتیکی داره، یک گام به عقب برمی‌داره. آقای میلانی، اگر ما این نگاه 100 ساله رو که طبیعتاً در جای خودش خیلی مهم هست، یعنی نمیشه نگاه تاریخی رو گذاشت کنار، ولی ما روی یک بازه 8 ساله داریم صحبت می‌کنیم به اسم دولت آقای خاتمی و جنبش اصلاحات، اون رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ مثلا وقتی که آقای خاتمی سر کار اومد، جناب اشکبر اشاره کردن که هدف این بود که در واقع اختیارات ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی بمونه، یا نکته دیگری که اشاره کردن بحث جامعه مدنی، که جامعه مدنی توسعه بیشتری پیدا بکنه. آیا میشه این ادعا رو پذیرفت که وقتی که آقای خاتمی دولت رو تحویل داد، نهاد ولایت فقیه محدودتر شده بود از اون دوره‌ای که آقای خاتمی شروع کرد، یا در چارچوب قانون اساسی رفته بود، یا جامعه مدنی تقویت پیدا کرده بود؟ کوتاه محبت کنید. ببینید، دوباره آقای خزری فرمودن که خروجی اصلاحات احمدی نژاد بود. یادمون نره که بعد از 4 سال احمدی نژاد یکی از مهمترین، رقابتی ترین، بحث‌انگیزترین، مهندسی شده ترین انتخابات بود. جنبش سبز از اونجا پیدا شد، موسوی از اونجا دوباره سر برآورد. یعنی به گمان من دوباره اگر در یک نگاه وسیع‌تر ببینیم، درستی که حکومت استبداد فردی تقویت شد، درستی که حکومت ولایت فقیه مطلق قدرتش زیادتر شد، ولی به گمان من قدرت واقعی دراز مدت ولایت فقیه در نتیجه همین اجحافاتی که صورت گرفته کاملا تخفیف پیدا کرده و رو به کاهش خواهد. آقای خزر. بله، اگر ما بخواهیم بگیم که اصلاحات نمرد، پس من میگویم این نهضت، نهضت مشروطه است، استمرار نهضت مشروطه است، فراز و نشیب داشته. یه موقع ملی شدن نفت استمرار مشروطه است، انقلاب ما استمرار مشروطه است، و اصلاحات و جنبش سبز. و فعلا ببینید، حرکت رو در قالب خودش نگاه کنید، مشروطه تمام شد. بله، اون بذر ما فوایدش رو الان میبینیم و ادامهش یک تجربه موفق در حرکت مدنی ملت ایران بود، اما باید بپذیریم که به سلطنت ختم شد. باید بپذیریم که مصدق در تبعید جان سپرد و در نهایت حرکت مصدق منتج به یک حکومت و نهادسازی نشد. و بعد هم برسیم به 57 که باز دوباره رسیدیم به دموکراسی. خیلی در اون بهار 57 به خاطر حرکت مسلحانه بعضی از گروه‌ها و عدم تحمل
دموکراسی از این کشور رخت بربست و باز دوباره استبداد اومد و باز دوباره بگیر و ببند و زندان و حبس و همه این قصه ها رو ما داشتیم. در اصلاحات 8 سال دولت با 20 میلیون و 21 میلیون در اختیار ما بود. چه کردیم؟ آیا نهادهای دموکراسی رو ما کاملا جا انداختیم؟ آیا احزاب جدی پر طرفدار که بتونن میلیونی طرفدار داشته باشن به وجود آوردیم در دوران اصلاحات؟ آیا مطبوعات اونقدر قوی شدن یا اینکه فلی تعطیل شدن و رئیس جمهور صداش در نیومد؟ جام خزری، نکات که اشاره می‌فرمایید خب طبیعتاً اشاره به سرکوبی‌های گسترده‌ای داره که در دوره 8 ساله آقای خاتمی شاهدش بودیم. طبعاً مسئولیتش نمیشه با آقای خاتمی دونست، جناح مقابل، ولی یه نکته رو من بخوام عرض بکنم، آیا این رو می‌پذیریم که در 76 اتفاقی که افتاد، چون با انتخابات‌های پیش از 76 اگر مقایسه بکنیم اتفاقی که در 76 افتاد رو، آیا این رو میپذیریم که دوم خرداد به مردم عاملیت داد که در داخل یک چارچوب محدود که طبیعتاً باید اون رو پذیرفت ولی به هر حال بتونن انتخاب بکنن، یعنی یه انتخاب معناداری در اون دوره فرصتش به مردم داده شد و اون سنت باقی موند، یعنی کماکان اون انتخاب وجود داره؟ 76 به هر حال نقطه عطفی هست، نمیشه این انتخابات قبل و بعدش رو با هم مقایسه کرد. من یه واقعیت رو بگم، دوم خرداد به مردم چیزی نداد. این مردم بودن که دوم خرداد رو خلق کردن. یک رأی سلبی بود، یک نبود. قصه از اینجا شروع شد که آقای هاشمی رفت، یعنی در 6 سال بعد از رهبری آقای خامنه‌ای، آقای احمد خمینی، یعنی اون سه نفر قدرت، احمد به لقاء الله پیوست. 2 سال بعد قرار بود آقای هاشمی خانه نشین بشه و آرام مفقود الاثر بشه، فراموش بشه، از عرصه سیاست کنار بره. این حرکت آقای هاشمی بود که اومد دوم خردادی رو فضا رو باز کرد، سیانت از آرا کرد، یک انتخابات برگزار کرد. و آقای هاشمی میدونه در انتخابات قطعا مردم رأی سلبی خواهند داد، همونطور که در آغاز انقلاب بنی صدر رأی دادن و به حزب جمهوری رأی ندادن، چون این رو میدونه. انتخابات همیشه بعد از اون واقعا انتخابات نبوده، خود آقای هاشمی با انتخاباتی روی کار نیامد. رقیب شیبانی بود که در بیمارستان نشسته بود، میگفت من به هاشمی رأی میدم. میدونست اگه انتخابات برگزار بشه در واقع کسان دیگه ای میان. و خب این اتفاق افتاد. شما این تفاوت مهم هست و باید به رسمیت شناخته بشه. قطعا من میخوام بگم ملت کارشو کرد، رأی سلبیشو داد، اما رجال اصلاحات کارشو نکردن. من الانم میخوام بگم همینه، الان دو بار ملت اومده 30-0 برنده شده، اما رجال اصلاحات اومدن لاریجانی رو کردن رئیس و لاریجانی رو در لیست امید آوردن، یعنی چهره شاخص استبداد رو و جناح حاکم آوردن در لیست امید. الان ببینید ما اومدیم 21-0 برنده شدیم، اعلام کردیم همه رو رأی بدین که خدای نکرده چمران نیاد. الان میخوان چمران رو وارد کنن و مثلا یکی از افراد مثل محسن هاشمی بشه شهردار. خب یعنی اینکه رجال اصلاح طلب ما و سیاسی ما کارشون نکرد، مردم کارشون صادقانه انجام دادن. شما تصور میکنید که از اون رأی مردم صیانت کافی نشده یا سیاستمدارا درست کار نشده؟ جناب اشکبری نظر شما؟ یعنی اگر مطبوعاتو میبستن بعد آقای خاتمی میشه تو مطبوعات باز بشه. ممنونم، متشکرم. آقای اشکبری. بله، والا من تصورم اینه که دوستمون آقای خزعلی یه خورده مثلا مطلق به قضایا نگاه میکنن، با امور رو تاریخی نمیبینن، امور رو یه خورده باید بگم که سیاسفید میبینن. وگرنه اگر به صورت موردی نگاه کنیم، بله شما میتوانیم الان در کارنامه دوره 8 ساله آقای خاتمی عرض کنم ده ها شکست رو ببینیم و اینم چیزایی نیست که آدم، یا حتی سستی و کمکاری ایشون رو من بیاد میارم. در بعد سخنرانی آقای خاتمی در سال 83 در همون سخنرانی معروف در دانشکده فنی دانشگاه تهران، من از زندان یک نامه مفصل 17 صفحه‌ای برش نوشتم. 16 صفحه از این 17 صفحه نقد و ایراد به کاستی‌ها و کمکاری‌های شخص جناب آقای خاتمی بود که خوشبختانه اون نامه اخیراً در کتاب خاطرات زندان من منتشر شده و دوستان میتونن برن ببینن. بنابراین اگر بحث ایراد و انتقاد باشه، بله همه اینا میتواند درست باشد یا میشه دربارش بحث کرد، ولی صحبت این است که ما اون چه که بعد از در دوم خرداد اتفاق افتاد و بعد از اون تا همین الان که درش هستیم، این رو چگونه نگاه کنیم، از چه منظر نگاه کنیم. اگر در منظر سیر و سیرورت و تحولات و تغییرات تاریخی نگاه کنیم، میبینیم که در طول این 20 سال نه تنها ما عقب نرفتیم، بلکه در هر مقطعی که زمین خورده بودیم دوباره قدرتمندتر سر برآوردیم. یعنی 76 شما در نظر بگیرید،
88 رو در نظر بگیرید، 92 رو و تا همین هفته پیش رو در نظر بگیرید. من همیشه بین اصلاحگری و اصلاح طلبی تمایز قائل میشم. اگر با این مترو سنجه بخوایم نگاه بکنیم، حالا نه ایران، هر کشور دیگری رو، در اون صورت اصلا دیگه شکست معنی پیدا نمیکنه، چون هیچ جامعه ای رو نمیشه نشون داد که در 100 یا 200 یا 500 سال جلو نرفته باشه. یعنی بحث ما راجع به وقتی میگیم راجع به جنبش دوم خرداد صحبت بکنیم، این رو در یه بازه 100 ساله گذاشتن و گفتن که این همیشه مسیر رو به جلو بوده، فکر نمیکنید که اصولا واژه شکست رو بی معنا میکنه؟ ببینید، شکست معنا داره، پیروزی هم معنا داره، منتها من هر دو رو مطلق نمیبینم. میگم از جهتی یک حادثه، یک تغییری، یک تصمیمی شکست حساب میشه، از منظر دیگر موفقیت، یا در یه جای شکسته، در یه جای موفقیت و کامیابیه. من حرفم اینه که اصلاحگری به اون معنایی که من مراد میکنم، عرض کنم که عبارت است از تغییراتی که در ساختار حکومت صورت بگیره، و یکی هم اصلاح طلبیه. واقعیت اینه که از دوران آقای خاتمی تا الان اصلاحگری به معنای همون قانونگرایی، همون جامعه مدنی، همون اشکالات، ایراداتی که گفته میشه، آقای میلانی گفتن، آقای خزری گفتن و بازم میشود گفت، در طول این 20 سال چندان در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده. هر جان در مقاطع درخشانی هم داریم، یعنی در همون دوران آقای خاتمی هم آقای خامنه‌ای در بسیاری از جهات هم به همون قانون داد، از جمله همون مطبوعاتی که ما در 3 سال اول از سال 76 تا 79 که بهار مطبوعات بود، و در طول تاریخ 180 ساله مطبوعات ایران ما هرگز مطبوعاتی با این کمیت و کیفیت و شکوفایی نداشتیم، نه تنها در مشروطه، بعد در زمان دیگر هم نداشتیم. اما بس اصلاح طلبی، یا مثلا فرض بفرمایید که اون پذیرفتن قتل‌های زنجیره‌ای که به هر حال آقای خامنه‌ای هم موافقت کرد و با آمد در نماز جمعه هم بهش اعتراف کرد، حالا چجوری توجیهش کرد بماند. بنابراین در همون زمان هم در همون محدودیت و قدرت مطلقه هم موفقیت‌هایی بوده، اما در این حال شکست‌هایی هم بوده، در اون شکلی که لاغن ما دوست داشتیم و میپسندیدیم نبود. اما یه مسئله اصلاح طلبیه. اصلاح طلبی از جنس، عرض کنم که، جنبش اجتماعیه، از جنبش مطالباته. این مطالبات در کجا پیدا شد؟ درسته که مردم دوم خرداد به یک معنا خلق کردن، اما در این حال اگر شخصی مثل آقای خاتمی نبود، اون گفتمانش، اون منشش، اون روشش، اون ادبیاتی که ایشون خلق کرد، یا به تعبیری که اون موقع میگفتن با اون گفتار درمانی که آقای خاتمی اون موقع نداشت، اگر چنین سپهری به وجود نمی آمد، چنین چتری باز نمی شد، آیا واقعا اون تغییرات و اون تحولات همون اندازه هم پیشرفت میکرد؟ بنابراین جنبش اصلاح طلبی وجود داره و ادامه داره، فراز داره، فرود داره، در این حال عرض کنم که با سوخت و سوزش به نتیجه میرسه. خیلی متشکرم جناب اشکیاری. آقای میلانی، نکات که خزعلی و اشکیاری فرموده، من رو یاد صحبتی میندازه که آقای حجاریان یه زمانی مطرح کرد، بعد از سال 84 که اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات. حالا جناب خزعلی میگن اصلاحات 84 مرد، آقای اشکیوری استدلالش این هست که ولی اصلاح طلبی و نگاه اصلاحی کماکان ادامه داره. تمام اینها در جای خودش محترم و درسته، ولی اگر ما بخوایم یه بازه تاریخی معین رو بررسی بکنیم، این که میزان توفیقش یا احیانا عدم موفقیتش رو، پرسش رو من از آقای اشکیوری رو اگه اجازه بدید از شما بپرسم که اگر رویدادهایی که در عرض 8 سال 10 سال یه جا اتفاق میفته در هر کشوری، اینو بذاریم در یک کانتکست تاریخی 100 200 ساله، در اون صورت اصولا دیگه صحبت از شکست در هر جنبش اجتماعی عملا بی معنا نمیشه جناب میلانی؟ نه، اصلا اینطور نیست. یعنی بعضی شکست‌ها هستن که در چشم‌انداز تاریخی آشکارا معلومه که شکست‌های تاکتیکی بودن، مثل یک جنگ. در واقع این جنگ استبداد هست، جنگ استبداد ذل‌اللهی هست با حاکمیت مردم هست. این در این جنگ نبردهای مختلفی صورت گرفته. دکتر مصدق اومده یه دو سالی حاکم شده و این جنگ رو یه جایی جلو برده، ولی در اون نبرد شکست خورده، ولی در جنگ کماکان این مبارزه ادامه داره. و من فکر میکنم که بعضی جاها هست که میبینیم عقب گردی که شده یک عقب گرد تاریخی است، یک شکست تاریخی است. یعنی مثلا وقتی که بلشویک ها اومدن سر کار در شوروی، تحولاتی که قبل از اون داشت در جهت سرمایه‌داری در روسیه تحول رشد پیدا میکرد، اون یه شکست تاریخی
خورد و مورخین هم کاملا به اون باور دارن، چشمانداز 100 ساله هم هست. ولی آیا در ایران چنین اتفاقی افتاده؟ من فکر میکنم نه. حقوق زن در ایران به رغم تمام قوانین ضد زنی که وجود داره امروز بیش از هر زمانی هست. حقوق زن فقط این نیست که در قانون اساسی بگیم زن مساوی است یا نه. حقوق زن یعنی زنی که میگه من دانشگاه رو میرم به رغم اینکه شما میگید من برم خونه، من کار رو انجام میدم، در خیابان هستم، در تظاهرات هستم، دو برابر هر زمان دیگه. به یه روایتی زنها در سیستان و بلوچستان وارد انجمنهای شهر شدن. یعنی این حرکت‌های جزئی به گمان من بخشی از حرکت دموکراتیک مردم ایرانه. آقای میلانی، در این صورت اگر ما، چون با توجه به تعریف اولیه که شما اشاره کردید که اهدافی که جنبش مشروطه داشته و کماکان ادامه پیدا کرده، طرف مقابل هم میتونه در همون کانتکست تاریخی 150 ساله ادعای پیروزی بکنه، الان روحانیت هم میتونن همون ادعا رو بکنن، بگن که ما از مشروطه تا به امروز اون نمیدونم هیئت 5-6 نفره مراجعی که قرار بود قانون اساسی رو درش نظارت پیدا بکنه، الان تبدیل به نهاد قدرتمند عظیمی شده به اسم شورای نگهبان مثلا یا مجلس خبرگان. یعنی میخوام بگم در این بازه های تاریخی گذاشتن یه مقدار فکر نمی کنید که معنی شکست یا معنای پیروزی رو یا قضاوت درباره اون رو یه مقدار دوچار مشکل میکنه ما رو؟ کوتاه ممنون میشم. والا گمان من این است که دوچار مشکل نمی کنه، بلکه به ما یه چشمانداز وسیع تری میده که این عقب نشینی ها رو در یک چارچوب و در یک نگاه وسیع‌تری ببینیم. اگر اون طرف هم بگه که ما هم پیروز شدیم در 100 سال گذشته، جواب چه خواهد بود؟ چون اگر ما میگیم این طرف یعنی تجدد تونسته جلو بره در 100 سال گذشته پیروز شده، اون هم ادعا کنه که نه خیر سنت پیروز شده به این استنادات، در اون صورت ما چه پاسخی خواهیم داشت؟ من پاسخم این خواهد بود که گره بر باد میزنید. جامعه ایران امروز در همه عرصه‌ها، از هنر بگیرید تا تفکر بگیرید تا سلوک اجتماعی بگیرید، بسیار بسیار متجددتر از جامعه ایران در 1907 اصلا به گمان من قابل قیاس نیست. و تجددی است که بر اساس ایرانیت استواره، تجددی است که ایرانیت رو میشناسه، دموکراسی رو بهتر میشناسه. میتونن اونا فکر کنن، ولی حتی در میون آخونده اونایی که واقع بینترن به گمان من متوجه هستن که واقعا در این جنگ باختن، با زور سپاه میتونن خواستشون تحمیل بکنن. خیلی ممنونم. جناب خزعلی، شما یه مقدار نگاه خیلی سلبی دارید از این زاویه که کل ماجرا رو برباد رفته میبینید و شکست خورده. این پرسش برای من مطرح میشه که یکی از شخصیت‌های سیاسی که به هر حال از دل دوم خرداد برآمد و بالی درشت کرد و اومد جلو، آقای خاتمی هست و کماکان آقای خاتمی رو شاید بشه به عنوان، یعنی امروز چهره سیاسی دیگری احتمالاً نشه نام برد که قابل مقایسه باشه با نفوذ اجتماعی که آقای خاتمی داره. اگر اون حرکت شکست خورده است، چرا سمبل و نماد اون از این قدرت خارق‌العاده و غیر قابل قیاس با هر کسی دیگری الان برخورداره؟ ببینید، من میخوام بگم یک تفکر اصلاح طلبی داریم، همینطور که فرمودن عزیزان از سید جمال شروع شده، رو به رشده، قدم به قدم هم تمام حرکت در جهان اسلام از سنت به سمت مدرنیته داره یواش یواش شیفت میکنه. این هست. اما من وقتی میگم جناح اصلاح طلبی که در دوم خرداد بعد از خلق دوم خرداد توسط مردم و خلاف انتظار حتی خاتمی، این رأی سلبی و قوی مردم که دوم خرداد رو خلق کرد، یه جناح اصلاح طلب درست شد. من اینها رو اصلاح طلبان قلابی میدونم، اکثرشون رو ببخشیم به صراحت میگم، اکثر اینها از حاشیه این دولت اومدن و به قدرتی رسیدن و حزبی درست که مثل مشارکت. اینها مردن، الان فقط خاتمی مونده. همه احزابشون جمع کنیم با هم، مردم نمیشناسن. و لذا میبینیم در این آخر وقتی شورای عالی سیاست‌گذاری یه لیستی داد، در همون اول هیچ کی نمیتونست از این دفاع کنه، تا جایی که خاتمی هم نتونست دفاع کنه. یادمون باشه این دفعه رو 24 ساعت قبل از خاتمی من اون بیانیه دادم، به خاطر اینکه طالبان و داعش دوباره برنگرده به 21 نفر کامل رأی بدیم، یه نفر جابجا نکنیم که چمران میاد. بعد 24 ساعت بعد آقای خاتمی از این لیست حمایت کرد. یعنی حتی عزیز دل ما سید خندان هم جرئت نمیکرد از این حمایت کنه. من میخوام از جملات عزیزمون آقای اشکیوری استفاده کنم. ایشون اومد دفاع کنه از آقای خاتمی، گفت گفتار درمانی کردن. این در واقع طنزی بود که میخواستن بگن در اون زمان میگفتن ایشون مشغول گفتار درمانی، یعنی عمل
غزالی، انتقادهای شما قبول، بحثی نیست، ولی عرض‌بنده این بود که این جایگاه از کجا آمده؟ یعنی شما این رو متکی به کجا میدونید؟ اگر این جایگاه متکی به دو خرداد و جنبش اصلاحات نیست، پس به چه چیزی اتکا داره؟ این جایگاه متکی به رأی سلبی یک ملت است، به خاص خود آقای خاتمیه، نه به احزاب اصلاحات. احزاب اصلاحات کجا هستن الان؟ چقدر پایگاه در بین مردم دارن؟ شخص آقای خاتمیه، شخص آقای هاشمی هم چند قدم به سمت مردم اومد، ایشون هم جایگاه پیدا کرد، با اون تشجیع عظیم رفت. من میخوام بگم شما نگاه کنید ببینید چقدر جایگاه دارن احزاب اصلاحات. تفکر اصلاح طلبی جداست، ما دنبال اصلاحات هستیم، اما این احزاب واقعا اصلاحات رو نابود کردن. کاری کردن که مردم الان جشن میگیرن که یک آخونده امنیتی با سابقه ربع قرن امنیتی بودن میاد سرکار، کسی که 23 تیر 78 سخنرانی کرده و گفته این دانشجویان رو سرکوب کنید، کسی که گفته در نماز جمعه دار بزنید، کسی که حجاب اجباری رو افتخار میکنه ایشون اول آورده، ولی ما جشن میگیریم که ایشون انتخاب کردیم. آیا انتخاب روحانی بعد از 20 سال که جشن میگیریم با انتخاب خاتمی عزیز که این سوابق رو نداشت در 20 سال پیش، این گام به جلوست؟ جشن برای انتخاب روحانی گام به جلو بوده، یا اینکه ما حالا داریم عقب‌تر از دو خرداد جشن میگیریم؟ واقعیت اینه. ممنونم، جوابش که بریم. بله، بازم عرض میکنم که دوستمون آقای خزعلی یه خورده سیاسفید میکنه ماجرا رو. ببینید، من نمیدونم که ما دنبال چی هستیم، یعنی میخوام از کجا آدم بیاریم. حالا این حزب و اون گروه بسیار خوب، میشه 10 تا ایراد و انتقاد بینا وارد کرد، ولی بالاخره روی همین زمین در همین جمهوری اسلامی در پذیرفتیم که در ساختار حقیقی و حقوقی فعلی و کنونی این لحظه ای همین جمهوری اسلامی یا تغییرات و جزء ایجاد بکنیم. اصلاح طلبی که از دوره آقای خاتمی بوده همین اندازه بوده. من گفتار درمانی رو به صورت مثبت به کار بردم، بله در اون زمان به تن با آقای خاتمی میگفتن، ولی من میگم در فضای بسته و اختناق‌آمیز جمهوری اسلامی از همون زمان تا الان یک صدا هم که صدای بی صدایان باشه ولو در حد گفتار باشه، این فضا ایجاد میکنه، این راه رو برای اصلاح طلبی های جدیتر ایجاد به اصطلاح راه رو باز میکنه. بنابراین بحث این حزب و اون حزب و اون گروه نیست. آقای اشکیوالی، شما موقعیت ممتاز آقای خاتمی رو ناشی از چه میدونید؟ کوتاه لطفا. ببینید، من موقعیت ممتاز آقای خاتمی رو دو چیز میتونم خلاصه کنم. یک، صداقت، شفافیت، منش و رفتار انسانی و اخلاقی و مدنی آقای خاتمی رو که هیچ وقت فراموش نکرد، در طول اون 8 سال هم هیچ وقت این منش رو، اون گفتمانش رو ترک نکرد تا آخرش هم روش وایستاد، هرچند در عمل به عنوان رئیس جمهور کامیابی زیادی نداشت، ناکامی زیادی هم داشت. دوم اینکه در طول همین دوران 20 سال غیر از اون 8 سال، از همون زمان تا الان به همون راه خودش و منش خودش و رفتار خودش وفادار موند، و همینا سبب شده که امروز، خب اونجوری که آقای خزعلی نگاه میکنه میشه، و در آقای خاتمی هم ایراد گرفت، استدلال منطقی عقلایی هم آورد. آقای خاتمی در دهه سیاه 60 10 سال وزیر ارشاد بود. خب آقای خاتمی با ما تو مجلس اول بود، از نزدیکشون میشناسن، بعد از مجلس رفتن وزارت ارشاد، 10 سال هم اونجا بودن. طبق قانون تمام اعضای هیئت دولت در به اصطلاح مسئولیت مشترک دارن در ارتباط با کل حوادث کشور. از این منظر اگر سیاسفید کنیم، میشود آقای خاتمی هم رو شاید پرونده کارنامه تاریکتر از آقای روحانی براش در نظر بگیریم، در حالی که اینطوری نیست. به هر حال همین آقای خاتمی است و همین آقای روحانی است، و بله همین آقای روحانی که امروز آمده کاندیدا شده و بنده ایشون رو 4 سال تو مجلس اول میشناسم، در این حال بله جشن نمیگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیروزی حسن روحانی سرخه‌ای نمیبینیم، این رو پیروزی یک حرکت، یک جنبش و یک گامی به جلو تلقی میکنیم. حالا آقای روحانی اگر صدای بی صدایان بخواد باشه در ساختار جمهوری اسلامی، ما براش دست میزنیم، ازش حمایت میکنیم، کمک میکنیم، یه قدم بریم جلو. یا اگر شما مشارکت بذارید کنار، مجاهدین انقلاب بذارید کنار، همه اینا رو بشورید بذارید کنار، با علی لاریجانی رو هم بذارید کنار، یکی دیگر آقای ناطق نوری رو هم، همه اینها میتوانن از منظری دارای کارنامه خیلی تاریکی باشن. بالاخره ما آدم از کجا میخوایم بیاریم؟ تو همین جامعه و همین مملکت و همین حکومتن، ما به طور نسبی نگاه میکنیم در هر زمان کدام یک از اینها به منافع ملی، به نمیدونم آگاهی جامعه کمک بیشتری میکنن، یه گام به جلو برمیدارن، ازش حمایت میکنیم.
جناب میلانی، شما این رو چگونه میبینید؟ این نکته ای که آقای خزلی اشاره کردن، این که انتخاب بد و بدتر و این مقایسه بد و بدتر هم که اگر بکنیم الان با 20 سال پیش رو آقای خزلی معتقدن که درجهش خیلی سیاه‌تر شده، یعنی بعدش بدتر شده، بدترش هم باز بدتر شده. در این بغرنج های در واقع سیاسی یا اخلاقی یا آچمز های اخلاقی که انتخابات جلوی روی مردم میذاره، یعنی دوراهی های خیلی بغرنجی که در یک طرف شما آقای ابراهیم رئیسی دارید، در یک طرف آقای روحانی رو، و خب عده زیادی به ناگزیر، چون طبیعتا این دوتا رو نمیشه از یک جنس و یک وضع دونست و باید بینشون انتخاب کرد، این رو چقدر میشه به معنای توسعه سیاسی یا پیشرفت دموکراسی در کشور دونست؟ ببینید، من چند نکته به اجمال عرض کنم. من این نظر آقای خزلی رو که جنبش اصلاحات در واقع در اسلام فقط متجلی بود و با سید جلال الدین شروع شد، اصلا موافق نیستم. جنبش اصلاحات در ایران بخشیش در دل اسلام بود، بخشیش در دل جنبش های مذهبی غیر اسلامی بود. جنبش باب در اون زمان پیدا شد، بخشی از این حرکت تجدد خواهی بود، جنبش مشروط خواهی بود. جنبش های متعددی بودند، به هیچ وجه محدود به اسلام نبود، اسلام بخش مهمی از اون بود. اینکه میفرمایند در ایران آدم نیست، چند بار آقای اشکبری این رو بهش اشاره کردن، من فکر میکنم اتفاقا در ایران آدم خیلی هست. گرفتاری نظام استبدادی در ایران اینه که اولا 10% مردم ایران رو، از جمله جناب آقای اشکبری، شخصیت برجسته مثل ایشون رو وادار به مهاجرت کرده. در طول تاریخ ایران سابقه نداره که 10% جامعه ایران در مهاجرت زندگی کنن. بسیاری از اینا افرادی هستن که میتونن به حل معضلات جامعه کمک بکنن، ولی یک هیئت حاکم تنگ نظر نشسته و حتی به خود اصلاح طلبها هم اجازه نمیده، که اصلاح طلبای مذهبی هم اجازه نمیده که وارد کارزار بشن. بلایی که بر سر خانم رهنورد، آقای کروبی، آقای موسوی آوردن، بلایی که بر سر خود آقای خاتمی آوردن. کسی که به قول شما و به گمان من کسی نیست با این شک داشته معارضه بکنه، الان محبوب ترین شخصیت سیاسی ایرانه ممنوع تصویره. یعنی اورول هم نمیتونست تصور بکنه یه چنین فضایی رو. یه روزنامه نگاری رو دیروز حبس کردن برای اینکه در صفحه اول روزنامه شهر کوچیکش عکسی از آقای خاتمی گذاشته. شرم‌آور این قضیه، ولی به رغم همه شرم‌آوریش، دورانی که بشه با بستن یه روزنامه یا تهدید یه روزنامه نگار یا قتل یه روزنامه نگار مثل دوران مشروطه زبان مطبوعات بس گذشته. آقای خاتمی هم به گمان من مقام برجسته ویژه‌شون در ایران به نظر من به خاطر سه عنوانه. یک، برای به صراحت متوجه شدن که وضع موجود قابل دوام نیست و این رو صورت بندی کردن به شکل ضرورت فضای باز سیاسی. دو، در نوشته هاشون به یه بحران تاریخی اسلام اشاره کردن. ببینید دوباره نوشته های آقای خاتمی بخونید، فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست، میگه در 500 سال اخیر کاری نکردن. سوم، اون شرافت و صداقت و متانت شخصیشه. این ستا به گمان من اون جایگاه ویژه‌شون رو براشون به حق ایجاد کرد. جمیلای، در چند جمله تشدید فاصله بین بد و بدتر، اون چیزی که آقای خزلی بهش تاکید داشتن در 20 سال گذشته رو، اگر حالا صورت بندی کیشون گفتن رو بپذیریم، که مثلا بد و بدتر خاتمی ناطق خیلی خفیفتر از بد و بدتر رئیسی و روحانی بوده، آیا این تشدید بین بد و بدتر رو میشه به عنوان توسعه سیاسی و بهتر شدن وضعیت تونست در 20 سال گذشته؟ نه، من اون رو به عنوان در واقع کفگیر به تاییدیک خوردن اصولگرایان میدونم. وقتی که شما لیست کاندیداهای اخیرشون نگاه بکنید، اون هیئتی که اول آوردن یکی از یکی دیگه شاخ شکسته تر بود و بعد از اون میان تنها کسی که بتونن رو بکنن کسی است مثل آقای رئیسی که پرونده قتل‌های وسیع 1988 رو پروندهش داره و هیچ چیز دیگری جز اون در پروندهش که نشون بده کفایت اداره مملکت داره نداره. اون به گمان من بحران اصولگرایی است، نه بحران اصلاحات. آقای روحانی هم حتما این ایراداتی که دوست عزیزم گرفتن برایشون وارده. قطعا بایستی در یه روزی جواب این حرفایی که زدن و کارهایی که کردن رو بدن.
ولی در این حال آقای روحانی امروز در آقای روحانی دو هفته آخر انتخابات با روحانی که در مجلس میگه که مال نوژه رو باید بیاریم همینجا اعدام بکنیم فرق میکنه. همه ما فرق کرد. بسیار متشکرم. جناب خزلی، اگر یه بخش دیگری از داستان رو ببینید، شما حمله کردید به احزاب اصلاح طلب از جمله مشارکت در دوره اصلاحات 76 به بعد، ولی فکر نمی‌کنید که خود این احزاب، چه سازمان مجاهدین چه حزب مشارکت، خب خیلی نگاه پیشروانه تری رو داشتن در مقایسه با آقای خاتمی؟ یعنی اینطور نبود که اینها ترمز حرکت شدن، بلکه در خیلی جاها آقای خاتمی بود که اینها رو از حرکت با متوقف می‌کرد یا جلوشون رو می‌گرفت. من با اجازه شما یه مطلبی بگم. این بحثی که گفتم در واقع روشنفکری دینی در اسلام رو مقایسه با مسیحیت کردم که رنسانس چند سده زودتر از اسلام اتفاق افتاد و امیدواریم که ما با چند سده تأخیر بتونیم به اونجا برسیم. این بحث بین مسیحیت و اسلام بود. اینی که میفرمایید احزاب، من میخوام در یک قالب بگم چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا. اساساً فرمایش آقای اشکبری که ما از کجا آدم بیاریم، من میگم این هزار نفر آدمی که نهایتاً بعد از انقلاب دارن قدرت رو پاسکاری میکنن بین خودشون و همشون هم متاسفانه دامنشون تر شده به بالا رفتن از دیوار سفارت، گروگانگیری و مسائل دیگه، اعدام ها، همه اینها در جناح چپ هم داریم، کسانی که با یک اعلامیه اعدام میکردن. من میگم ما خیلی آدم های زیاد داریم. اتفاقا فرمایش های میرانی درسته، ما فرار مغزها داشتیم. اینایی که از ایران رفتن اتفاقا آدم های توانمندی بودن، چون نخواستن شرایط سخت ما رو تحمل کنن و توانمند بودن که میدونستن در اون ور آبها اونها رو با آغوش باز استقبال میکنن. بهترین های آمریکا الان میبینیم در هر رشته پزشکی ایرانی ها هستن و در بسیاری از رشته های دیگه ما آدم های بسیار قوی هم از نظر اقتصادی هم از نظر علمی داریم در اون سوی آبها، به دلیل اینکه آدم های ضعیف هستن. و یه چیزی هم که ایشون گفتن، من همه مزایای آقای خاتمی رو قبول دارم، دوستش دارم، انسان فرهیخته است، اما ایشون میگه من تدارکاتی بودم و ایشون هر وقت ما میگیم چرا این کار نکردی، میگه من یزدیم. من این دوتا ایرادو دارم. بسیار خوب آقای خزلی، شما پرسش من ناظر بر همین مطلب هست. یعنی شما آقای خاتمی رو متهم به کمکاری و عدم صلابت میکنید، در اون سوی ماجرا احزاب اصلاح طلب رو هم متهم میکنید که حرکت رو با شکست روبرو کردن، در حالی که خب اون احزاب که نه کمکار بودن نه صلابتشون کم بود، اتفاقا خیلی قاطعانه میرفتن جلو و از طرف کلیت سیستم و بعضی دیگه متهم به تندروی میشدن. ببینید آقای مشارکتی ها اولا خودکامه بودن، انحصار طلب بودن. در چه معنا جناب؟ یعنی در لیست اومدن در شورای شهر چه کار کردن؟ دعوا رو انداختن تا منحل شد شورا. و در شورای دوم چرا نیومدن اتحاد کنن؟ ما لیست داشتیم در جبهه آزادی، ولی وقتی دیدیم که این لیست ما میتواند باعث آمدن چمران بشود، پا رو نفسمون گذاشتیم، پا رو لیستمون گذاشتیم، از لیست شورای عالی قویا حمایت کردیم. اما مشارکت این کار رو نکرد، تشتت ایجاد کرد. بعد اون معین رو آورد که آقای هاشمی رو زد. اینا بودن که علی هاشمی، اون عالی جناب سرخپوش و همه اینها رو مطرح کردن و حمله آغاستی درست کردن. تمام این بداخلاقی ها رو مشارکتی ها کردن. وقتی به قدرت رسیدن دیگه هیچ گراه ندادن. حتی در ستاد موسوی وقتی مشارکتی ها وارد شدن، نزدیکان خاتمی راه ندادن. ستاد موسوی ها کردن ستاد مشارکت. این درد ماست. تعارف هم نداره، با هم دیگه تعارف نکنیم. مشارکتی ها اصلاحات رو نابود کردن. ما باید اندفعه نذاریم یک حزب مثل اتحاد ملت که در واقع نسخه دوم مشارکته باز همون حرکات رو انجام بده. بایستی احزاب قوی بشن و دموکراتیک بشن و کار زیبا انجام بدن. این اشتباه رو دوباره نکنیم، باز دوباره با شکست مواجه نشه جنبش سبز و این حرکت زیبای اخیر مردم. آقای اشکبری، شما نقش احزاب رو در وقتی کارنامه اصلاح طلبی و پروژه اصلاح طلبی رو داریم بررسی میکنیم، طبیعتا نمیشه از احزاب گذشت. شما چگونه میبینید اون دوره حرکت احزاب رو؟ حالا طبیعتا به سخنان آقای خزلی هم لطف فرمود خواهید فرمود اشاره کنید. بله، اول تا یادم نرفته به صحبت جناب خزلی اشاره کنم. اتفاقا اون زمانی که بخشی از مشارکتی ها، بخشی از روزنامه نگاران عالی جناب سرخپوش و نمیدونم سبزپوش و سرخپوش و سیاهپوش و کبودپوش رو مطرح کردن و آقای هاشمی رو اونجوری از کنون ناکار کردن به تعبیر سنتی خودمون، اتفاقا از همین منظر آقای خزعلی بود. یعنی آقای هاشمی در اون دوران نماد
نمیدونم که دهه 60 بود و سرکوب بود و جنایت بود و خیانت بود و همه این بدی ها رو اونا نسبت میدادن و با از همین منظر آقای هاشمی را دور خارج کردن. من نمیگم درست یا نادرست، من خودم در تمام عمرم از منتقدان آقای هاشمی رفسنجانی بودم، در دهه 60 4 سال مجلس اول با ایشون کار کردم و شاید در اون دوره اوایل 60 رو شاید از آقای خزلی بیشتر بشناسم آقای هاشمی رو، و خودم هم در همون دوران جز منتقدان آقای هاشمی بودم و هرگز هم در سال 84 هم بهش رأی ندادم. ولی با همه این حرفا اتفاقا همون هم از همین منظر آقای هاشمی رو متهم کردن که تو نماد دهه 60 تو در سرکوبات نقش داشتی، تو در چنین چنان بودی. خب در حالی که حالا امروز خیلی از همونا پشیمون شدن یا فکر میکنن که اون رو برخورد اشتباه بوده. اما در ارتباط با مسئله عرض کنم که احزاب، واقعیتش این است که احزاب از همون دوران مشروطه به بعد تو جامعه ما ریشه در بدنه جامعه اونچنان نداشتن. بخشی از این مسئولیتش به عهده دولت‌ها بوده، حالا از همون دوران دولت‌های ناپایدار 6 ماه 6 ماه و 4 ماه دوران مشروطه که اساساً فرصت این کار پیدا نشد، زمینه اجتماعی هم فراهم نبود. بعد در دوران رضا شاه که اساساً مسئله احزاب و این جور چیزا بی‌معنا شد، اون جمله معروف رضا شاه گفت من یه روزی در این طویله رو می‌بندم که در ارتباط با مجلس گفت. در دوره محمد رضا شاه فراز و فرود داشته، در دهه 20 خب تا حدود زیادی احزاب رفتن پا بگیرن، ولی بعد از کوتاهی 28 مرداد و بعد در دهه 40-50 که بازم احزاب بی‌معنی شد. در جمهوری اسلامی هم اینجور دهه 60 که اساساً احزاب معنی نداشت، اساساً در چارچوب ولایت مطلقه فقیه احزاب بلا موضوعه، احزاب بی‌معناست. برای ارزیابی شما از عملکرد احزاب اصلاح طلب در اون دوره 8 ساله را اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون خواهم شد. آره، ولی در دوران آقای خاتمی زمینه‌های وجود احزاب وجود زمینه‌هاش به وجود آمد، یک زیرساخت‌های انجام شد، تا کنون هم آروم آروم داره میره جلو به نظر من. الان ما خیلی عقب‌گر نکردیم، اما در دوره آقای خاتمی به نظر من احزاب در مجموع از جمله مشارکت مجاهدین انقلاب، البته اینه که دارم میگم آقای خزعلی دوست شما همه میدونید من از تبار نه از احزاب مشارکت هستم نه مجاهدین انقلاب هستم، از جهتی هم با اونا مرزبندی داشتیم و انتقادهایی در گذشته داشتیم، الان هم دارم، اگر پاش بیفتاد میتونه صحبت کنه. اما در این حال معتقدم که اونها در اون زمان تونستن که یه گامی از جلوتر از آقای خاتمی یه خورده فضا رو جدیتر و رادیکالتر بکنن، حالا از بعضی از افراطی ها اگر بگذاریم، در مجموع در اون زمان به نظر من در پیشبرد امور اصلاحات اینا کمک کردن. در یه جاهایی هم اگر اشکال دارن یا نمیدونم انحصار طلبی کردن یا در فلان جا کوتاهی کردن، میشه دونه دونه به صورت موردی بحث کرد، ولی در مجموع من کارنامه احزاب اصلاح طلب رو مثبت میدونم. آقای میلانی شما ارزیابیتون از کارنامه احزاب چه هست؟ کارنامه احزاب اصلاح طلب ببینید روز انتخابات، در واقع روز بعد از پیروزی آقای روحانی، من با دوستی در ایران صحبت میکردم، روزنامه‌نگار بود، ساعت 2 شب داشت از دفترش به منزلش میرفت و تلفن با من صحبت میکرد. میگفت اکثریت این کسانی که در خیابون هستن و دارن جشن میگیرن، میگفت با این دوستم داریم صحبت میکنیم، اینها سنشون مثلا 18 تا 22 ساله. این اتفاقات تاریخی که دوستان در موردش دارن بحث میکنن و جدل سیاسی میکنن، برای اینها اصلا وجود خارجی نداره، اصلا این دوران رو تجربه نکردن. اون تجربه‌ای که این دوستان دارن و بسیار هم مهمه، منظورم بی اهمیتش نیست، برای اون جوانهایی که اومدن و این حرکت رو انتخاب را انداختن، برای اونهایی که اومدن اپلیکیشن درست کردن که هر محل رأی رو پیدا کنن، نزدیکترین محل رأی رو پیدا کنن، افراد رو بکشن بیرون، اونها برای اونها به گمان من خیلی محل اعتنا نبود. اون جوانها، اون دانشجوان، اون خانومها، اون کارگری که رفت تظاهرات آقای روحانی، یه چیز میخواستن، حق شهروندی خودشون یک قدم به جلو ببرن. به گمان من در این زمینه مهمترین دستاورد این حرکت همینه. انتقادها حتما هست، من تاریخش رو به خوبی این دوستان به هر حال به خاطر اینکه درگیر این ماجرا بودن نمیدونم و قضاوتی نمیکنم، ولی از لحاظ دوباره علم سیاست اگر نگاه بش بکنیم، آقای دکتر بشیریه یکی از برجسته ترین به اصطلاح دانشمندان علوم سیاسی مقاله‌ای نوشتن که ما در یک کتابی اتفاقا چاپش کردیم، میگه در شرایط استبداد احزاب رو اجازه نمیدن و این هیئت‌هایی که ایجاد میشه، این ائتلاف‌های کوچیکی که ایجاد میشه، این شکاف‌هایی که در دستگاه‌های حاکمه هست، در واقع نطفه‌های
حزبی هستند که در شرایط عادی و آینده قاعدتاً ایجاد خواهند شد. بسیار متشکرم. یه مقدار نگاه رو به جلو اگر داشته باشیم جناب خزعلی، هر کدوم از دوستان یک دقیقه، بنابراین تقاضام هست که ظرف یک دقیقه تمام بفرمایید جناب خزعلی. نظر شما رو به جلو وقتی می‌بینیم، ابتدای برنامه اشارات کردید، حالا 20 سال گذشته هر چه که بوده، الان مسیر رو کدوم طرفی می‌بینید شما؟ خب همینطور که گفتن اینها جوان‌هایی بودن که دوم خرداد نبودن، پس دوستانمون بپذیرن که حرکت جدیدی است. من این حرکت جدید رو بسیار موفق میدونم. مردم به عقلانیت دارن رأی میدن و دیگه وعده و نمیدونم نسیه یارانه هم گولشون نمیزنه. قدم به قدم جلو میریم. من معتقدم بایستی آقایون دوستان اصلاح طلب ما هم سازش نکنن. الان بوی سازش داره میاد. سازش نکنن، نگران نباشن. ما با همین مسیر عقلانی میتونیم مجلس 98 رو بگیریم و دولت آزاد و دموکراتیک 1400 وعده است که ما به ملت میدیم، به شرطی که همینطور عقلانی پیش بریم و آقایون اصلاح طلب هم بدونن که اگر کسی سابقه ای داره، وزارتی داره در گذشته محترم اما سابقه موفقی نبوده، این کشتی مملکت به گل نشسته، بذارید افراد جدید بیان، قطعا از شما بهتر عمل میکنن. نگران نباشید. جام خزعلی آقای اشکبری. بله، منم کم و بیش همینجوری نگاه میکنم، مثبت نگاه میکنم. به همین دلیل این دفعه خودم هم تبلیغ کردم، تشویق کردم، خودم رفتم رأی دادم، دفاع کردم. الان هم همین جوره. من وقتی که در این کمپین های انتخاباتی آقای روحانی این جوانان زیر 30 سال دختر و پسر می دیدم با این شور و هیجان، درست مثل اون دوران جوانی خودمون، شعار می دادن، مطالباتشون رو مطرح می کردن، بسیاری از چیزها رو بر آقای روحانی به واقع می شود گشای تحمیل کردن یا او رو وادار به همراهی با خودشون کردن. امید من واقعا نه به عرض کنم اینجوری بگم، امید من نه به ساختار جناح راست حکومته، نه به جناح چپ حکومته، نه آدمای مشخص یا احزاب خاص اصلاح طلب، امید من به همین بدنه جامعه است، به همین جوانانن که رو به آینده دارن و فکر میکنن که رو به جلو هستن و جلو خواهند بود. فقط یه جمله هم در پایان بگم در ارتباط با صحبت دوستمون آقای خزعلی، و اونم اینه که من اینجوری میفهمم که اگر مشارکت و مجاهدین انقلاب نقش مثبتی نداشتن، به خصوص در ارتباط با جنبش سبز و جنبش 88 موسوی کروبی را اگر تایید میکنیم، اینها را باید تایید کنیم، به این دلیل که اینها هم عرض کنم که وقتی ممنوع شدن و الان منحل شدن از دره قوه قضاییه به طور رسمی، اگر نقش مثبت و کارآمد و مؤثری نداشتن، این بلا به سرشون نمی آمد و اینچنین امروز در این محضوریت گیر نمی افتادن. بسیار متشکرم. جناب میلانی یک دقیقه لطفا. من از صحبتهایی که در همین 24 ساعت اخیر از طرف بعضی از محافظه‌کاران شده، از شمارش مجدد آرا صحبت میکنن، بلایی که بر سر پیروز انتخابات در اصفهان آوردن، حکایت از این داره به گمان من که اونها از این شکست سخت برآشفتند و در صدد نوعی مهندسی نتایج شمارش آرا هستن که به گمان من گام بسیار خطرناکی است. من فکر کنم سالهای آینده سالهای پرتنشی خواهد بود، ولی من هیچ جامعه‌ای در خاورمیانه مسلمان نمی‌شناسم که آینده دموکراتیکش پرنویدتر از ایران باشه. اونها که سودای استبداد در ایران دارن، به گمان من گره بر باد می‌زنن. این جامعه پویای درخشان است. بسیار بسیار متشکرم. عباس میلانی، مهدی خزعلی و حسن یوسفی اشکبری، سپاسگزار از هر سه مهمان برنامه و متشکرم از شما که یک ساعت گذشته رو با ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس هست. آدرس ما هست bbcpersian.com/2 و همینطور برای مدت طولانی تر روی صفحه فیسبوک ما این برنامه رو مجددا میتونید ببینید، facebook.com/2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.